قراره بیان اینجا دوره هم باشیم. قبل از که برسم من دارم سعی میکنم تکلیفام و کارامو تموم کنم که آماده باشم برای وقتی که میان. شما هم تشریف بیارین. از زیر پول که داشتم رد میشون نمیدونم شما هم بودین یا نه، ولی خیلی آدم های بی خانمان بود. من خیلی ناراحت شدم، خیلی هم میبینم جدیدن. خیلی زیاد شده واقعا. آره. من تا داشتم هی بهش فکر میکردم که چون ما معتقدم که ثروت و فقر مفرد نباید وجود داشته باشه، داشتم خواستم از شما بپرسم فکر بکنین چجوری میتونیم، نه حالا فقط ما ولی کلن چجوری میتونه عوض بشه، به خاطر اینکه خیلی زیاده، خیلی هم کسانی میبینیم که خیلی پول دارن، خیلی مثلا به خصوص از زیر پول که رد میشه ماشین های آنچنانی. اتفاقا گروه جوان ما داشتن ازم میپرسیدن که آیا ثروت خوبه؟ بده؟ چون همه دارن سعی میکنن یک هدف بزرگ زندگیشون این رویای آمریکاست که مثلا یک خونه داشته باشن، ماشین داشته باشن، یک کار داشته باشن که پول زیادی بهشون بده. چجوری میتونیم بگیم که مثلا هممون اینو نمیخوایم؟ آیا ثروت واقعا چیز خوبیه یا نیست؟ همونجور که سوالا جون گفت، ثروت خوبه ولی نه ثروت مفرد، نه ثروتی که باعث روبستگاه رو شونه های فقرا باشه، ولی اینکه هر کسی کار بکنه و زحمت بکشه و به اصطلاح بتونه برای خودش و خانواده خودش حداقل زندگی رو فراهم بکنه، حالا بعضی وقتا یه ذره بیشتر، فکر نمی‌کنم چیز بدی باشه. بستگی داره، فکر می‌کنم که چجوری ثروتمون رو استفاده بکنیم. نه اگر که برای نفع کسای دیگه بکنیم و واقعا پول یک چیزیه که نه خوبه نه بده، بستگی وسیله داره که چجوری استفاده می‌کنیم. همینو داشتم فکر میکردم، ولی میخواستم دارم شما هم اینجوری فکر میکنی؟ آره. یه چیزی دیگه هم که داشتم فکر میکردم اینه که ثروت با اینکه خوبه، چون ما میدونیم که سعادت مادی چیزی که میخواییم، یعنی چیزی که ما نمیخواییم یه دنیایی بسازیم که همه توش فقیرن. چیزی که میخواییم بسازیم یه دنیاییه که همه توش از نظر معنوی و مادی از دو جهتش به سعادت رسیدن. منتها ثروت یه چیز سخته که توشه اینه که خیلی نزدیک به مادی گراییه. یه چیزیه که وقتی که آدم ثروت داره بعد از یه مدت خیلی بهش عادت میکنه، مثل میمونه که بعد زندگیت انقدر بهش عادت میکنه که دیگه نمیتونی تصور کنی زندگی تو بدون اون ثروتی که داشتی. و حتی یه موقعی آدم به یه جایی میرسه که احساس میکنه کسایی که توی فقر زندگی میکنن و اصلا بهشون بی‌اعتنایی میکنیم یا بر خودمون توجیه میکنیم که شاید اونا به اندازه کافی کار نمیکنن. ولی یه چیزی که با اینکه ثروت چیز خوبیه، سخته که آدم اون خط سعادت رو رد نکنه و برسه به مادی‌گرایی. نقش ما، نقش جامعه، نقش دولت کمک به فقرا چیه؟ چیکار میتونیم بکنیم؟ خیلی ها مثلا توی یه کامیونیتی کوچیک، جامعه کوچیک سعی میکنن پروژکت‌های مختلف بکنن، ولی در دو نوع هست. یک نوع اینه که وقتی یه گروهی سعی میکنن فقرا رو کمک کنن، بهشون مثلا یه چیزی بدن، ماهی بدن. ولی روش دوم اینه که بعضی گروه ها میدونن که یاد دادن به فقرا که چجوری ماهیگیری بکنن خیلی خیلی بیشتر میتونه کمک بکنه به فقرا. اتفاقا این کتاب رو آورده بودم امروز که بهتون نشون بدم. برنده صاحب نوبل. آره، برنده نوبل. راجع به چی صحبت می‌کنه؟ اسمش هست محمد یونس و کتابش هست که چجوری میتونیم یک دنیایی بسازیم که واقعا بتونیم فقرا رو کمک کنیم، نه اینکه ما کمکشون میکنیم که پرابلم مشکلاتشون رو درست کنن، ولی خودشون تو وجود خودشون اگه امکاناتش رو داشته باشن، حتی با $5، $10، $25 میتونن پروژکت های کوچیک شروع بکنن، بزنس های کوچیک شروع بکنن
و در عرض مثلا 3 ماه، 6 ماه، 1 سال میبینن که چقدر تغییر کرده زندگیشون. بعد از اینکه محمد یونس این مایکرو لونز رو شروع کرد که وام کوچیک به خانوما میدادن، فقیرترین خانومایی که مثلا آدم فکر کنه تو بنگلادش، دیدن که 98% این خانوما وامشون رو زود پیاف کردن، برگردوندن و دیدن که واقعا این نیست که ما فکر میکنیم فقرا نمیتونن یا چون که بی سوادن این کیفیتشو ندارن، ولی که واقعا در وجود هر نفر اگر که دسترسی باشه که بتونن یه بیزنسی شروع کنن میکنن و خیلی موفق هستن. به خودم فکر کردم که چجور میشد اگر که توی دنیا این موقعیت برای فقرای دنیا بود. البته چند تا پروژکت شروع شده، یه دونش رو اینترنت به اسم کیوا K-I-V-A که آدم میتونه بره آنلاین و یه کسی یا یه فامیلی رو انتخاب بکنه، یه خانواده رو انتخاب بکنه که مثلا یه پروژکتی داشته باشن که میخوان سوینگ ماشین بگیرن، ماشین خیاطی و یه بیزنس کوچیک شروع بکنن با مثلا $50 که وام میدین آنلاین. اونا پروژکتشون رو شروع میکنن، بعدن یک مدت که گذشت اون $50 برمیگرده به شخص. این خیلی جالبه، یعنی ما کمک مادی و جامعه یا فرد داره میکنه به اون فردی که مثلا امکاناتش کمتره، به فقیره. کمک مالی مستقیم نیست تقریبا، به عنوان این بودجه رو استفاده میکنه برای اینکه یه دفعه است یه دفعه اینو سرمایه گذاری میکنه توی یه پروژه و بعد از اون به بعد خودش میتونه عضو مفید جامعه باشه، خودش میتونه تولید بکنه، خودش میتونه زندگی خودش رو تامین بکنه. ولی اگر که ماهیانه اون $50 رو بهشون فقط بدین، فقط میشه 1/10 خرج زندگی اون ماه. اصلا اشکالات بیشتری میاره، برای اینکه وقتی که کسی عادت میکنه که فقط بگیره و اون اینتلیجنس خودشو خوش خودشو به کار نبره، یک چیز دیپندنسی میشه، یعنی واقعا یکی وابسته میشه به یه نفر دیگه و این اجازه نمیده که پیشرفت بیشتری داشته باشه. چیزی که من خیلی دوست دارم توی مثالی که میزنی راجع به این لونای وامای کوچیک اینه که یه فرصتی میده به کسایی که میخوان رشد بکنن یا یه ترقی مادی داشته باشن، براشون فرصت ایجاد میکنه. وقتی که یه چیزی که من خیلی بهش فکر کردم و با چند نفر صحبت کردیم راجع بهش، این ایده این همین قضیه که میگن به یکی ماهی ندی بهش یاد بدی ماهیگیری بکنه، خیلی از پروژه هایی که واسه توسعه های اجتماعی بوده در سطح بین المللی، پروژه هایی بوده که مردم میرفتن، کسایی که میخواستن یه جا رو توسعه بدن، مثلا میرفتن یه جای فقیر و سعی میکردن که پیدا بکنن مثلا مشکل اینا چیه، چجوری میتونن مشکلات این جامعه رو حل بکنن. منتها چیزی که به نتیجه رسیدن این بود که پروژهاشون زیاد مفید نبود. علتش این بود که میخواستن برن اونجا پیدا کنن که مشکل اون جامعه چیه، به جای اینکه بذارن که افراد خود جامعه هر جایی بتونن پیدا بکنن که مشکلات خودشون چیه و استعدادهای خودشون چیه. چون من یادمه شما چند هفته پیش که مدادی خونه ما داشتیم راجع به این صحبت میکردیم که هر جامعه باید یاد بگیره که چجوری از استعدادهای افراد خودش استفاده بکنه. به خاطر همین این ایده‌ای که چند نفر برن یا یه گروهی یه پروژه‌ای بره توی یه جا
جامعه دیگه و بخواد بهشون بگه اوکی شما مشکلاتون ایناست، ما برای شما پیدا کردیم مشکلاتون چیه، ما میخوایم به شما کمک کنیم حل کنین اینجوری که ما فکر میکنیم، این یه جوریه که تواندهی نمیده بهشون، بهشون اجازه نمیده که خودشون ببینن استعدادهاشون چیه. اینا یه گروهی هن که کلی توشون استعداد هست که میتونه به جامعهشون کمک کنه. چجوری؟ توی مثالی که شما میزنیم ما میتونیم بهشون فرصت بدیم که بتونن از استعدادهای خودشون استفاده کنن. هیچ کی فکر نمی کنه که تو تاریخ انسان چرا اینا فقیر هستن، دلیل داره این اینجوری، it's not an accident، تصادفی نیست. و برای همین تمام سیستم اجتماعیمون، اقتصاد و political سیاسی باید عوض بشه. در سازمان تجارت جهانی برای مثال یک جور rules، قوانین هست برای کشورهای آفریقایی یا جنوب آمریکا و یکی هست برای اروپا و آمریکا. بیشتر کنترل فکر میکنید دست کیه؟ اروپا آمریکا. درسته. همین جورم وقتی نگاه میکنیم به سازمان ملل که اسمش هست G8 که 8 تا کشور هستن که تمام بقیه رو کنترل میکنن و دارن بیشتر و بیشتر این امکانات به همه میدن، به تمام کشور میدن، ولی هنوز به اونجا نرسیده که کشورهای جنوبی بتونن مثل کشورهایی که پیشرفت اکونومی زیاد داشتن شرکت بکنن. یعنی زمین مساوی نیست و اینه که باید دنیا هم واقعا همو از یک انسان ببینیم و اگر بتونیم ببینیم که همه یک فامیل هستیم، اون وقت میتونیم که تمام این سیستمایی که الان داریم عوض کنیم. مثلا این خیلی برام جالب بود که به جای اینکه این مثالی که زدین که کمک میکنیم به اینکه تجارتی شروع بکنن، پروژه‌ای شروع بکنن و بعد به پول درآوردن و به اینکه برای زندگی خودشون بتونن مهیا کنن بیافتن، ولی اگر که خانواده‌ای همه این کارا رو کرد و نتونست هنوز به اون حداقل تهیه امکانات زندگی برای خانواده‌اش برسه، اون وقت تکلیف چیه؟ سوال سختی. ولی توی خیلی از ادیان یک چیز هست که هر کسی پول اضافی که داره یک پرسنتاج، یه مقدارشو میذاره برای فقرا و من فکر میکنم که این خیلی مهمه، برای اینکه همونجوری که شما گفتید واقعا بعضی موقع نمیشه. این اتفاقا خیلی پرکتیس مهمیه، برای اینکه باعث میشه آدم فکر بکنه که آیا چی رو واقعا لازم داره تو زندگی و چیا رو فقط میخوایم. میتونم کتاب رو ببینم؟ چرا نه؟ میتونم اینو قرض کنم؟ قابلی نداره. خیلی من. شما میخواید؟ اوکی. مرسی من یه جور. خیلی ممنون. مرسی. مرسی که اومدین. خیلی ممنون.